به نام خداوند توانا. عرض سلام و درود دارم حضور همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز چینل یوتیوب AFG News. AFG News یگانه منبع دقیق ترین و معتبرترین اطلاعات روز. عزیزان بیننده، شما را به یکی دیگری از برنامه های معلوماتی از چینل یوتیوب خودتان یعنی AFG News خیلی ها خوش آمدید میگویم. در موضوع امروزی برنامه معلوماتی این چینل میپردازیم به زندگی نامه محمد یونس خالص، رئیس و بنیانگذار حزب اسلامی و پدر معنوی طالبان در افغانستان. اما قبل از این که وارد موضوع اصلی برنامه خود شویم، از شما صمیمانه دعوت میکنم لطفاً چینل یوتیوب خودتان یعنی AFG News را سابسکرایب نموده و علامت زنگ را با مهر بفشارید تا همیشه بیننده برنامه های معلوماتی من از این دریچه باشید. محمد یونس خالص کیست؟ محمد یونس خالص در سال 1298 خورشیدی در روستای قاضیان گندمک ولسوالی خوگیانی در ولایت ننگرهار به دنیا آمد. او تحصیلات خود را در مدارس دینی گذراند و از آن دوران با برهان الدین ربانی آشنایی حاصل کرد. خالص به قبیله خوگیانی قوم پشتون تعلق دارد و نفوذ زیادی در منطقه ننگرهار داشت. نیروهای وابسته به خالص بخش‌های ولایات ننگرهار و پکتیا را در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 90 در اختیار خود داشتند. خالص در سال 1352 پس از کودتای داوود خان علیه حکومت ظاهرشاه به پاکستان گریخت و در همین زمان به جنبش اخوان المسلمین پیوست. او همراه با گلبدین حکمتیار حزب اسلامی افغانستان را در پاکستان تأسیس کردند. کمی بعد در ماه جدی 1358 از هم جدا شدند. اما دلیل جدایی و اختلاف میان گلبدین حکمتیار و یونس خالص واضح نشده است. یونس خالص پس از جدایی از حکمتیار حزب خود را با همان نام یعنی حزب اسلامی افغانستان حفظ کرد. مولوی یونس خالص در سال 1988 به همراه عده دیگری از رهبران مجاهدی سفری به مقر سازمان ملل متحد در آمریکا داشت. او با رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا نیز دیدار کرده بود. وی همچنان زمانی از نویسندگان نشریه پیام حق از نشریات وزارت عدلیه آن زمان افغانستان بود. یونس خالص پس از سقوط حکومت کمونیستی و به قدرت رسیدن مجاهدین به کابل نرفت و در ننگرهار که بیشتر آن تحت کنترل نیروهای او بود باقی ماند. خالص پس از قیام طالبان به آنان پیوست و پس از سقوط حکومت طالبان علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان اعلام جهاد کرد. او در مخفیگاه زندگی میکرد و در سال 1358 در اثر بیماری در محل نامعلوم درگذشت. این بود معلومات گردآوری شده توسط چینل یوتیوب AFG News که خدمت شما عزیزان ارائه گردید. آرزو میکنیم موضوع گردآوری شده مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. برای حمایت از ما این چینل را سابسکرایب نموده و برای بهبود برنامه های معلوماتی و خبری من نظریات ارزشمند خود را در کامنت با ما شریک سازید. تا برنامه معلوماتی دیگر شما را به الله منان امانت می کنم. ایام به کامتان. خداوند نگهدارتان.